موبایل جدید هواوی با قابلیت کلون شدن صفحه مانند آیپد، خردترین کامپیوتر دنیا از اپل، تبدیل نمودن هر نوع ایده تان به تصویر با هوش مصنوعی و تکنیک های پنهان موبایل تان که شاید تا به حال نمیفهمیدید. تمام این موارد در این برنامه تکنولوژی. سلام، من حمزه فنا، امروز هم با یک برنامه پر از اطلاعات مفید در مورد تکنولوژی در خدمت شما. قسمی که میفهمید دنیای تکنولوژی بیش از اون چیزی که فکرش میتونیم کرده و دیده، از اون که بسیار زیاد تغییر کرده. مثلا موبایل های سابقه نوکیا که سنگ پای میگفتیم برش، که تنها خاطر زنگ و پیام استفاده میشد، حالا رسیدیم به موبایل های هوشمند سبک و نازکه که میتونیم با تمام اطلاعات دنیا بسیار به سادگی دسترسی داشته باشیم توسط این موبایل. حالا کمپانی های همچون سامسونگ و گوگل موبایل های به بازار عرضه کرده که دو قاط میشه، ولی از خود صفحه نمایش موبایل. صفحه نمایش موبایل دو قاط میشه، موبایل های همچون گالکسی فولد و گوگل پیکسل 9 پرو. به خاطر رقابت با این کمپانی ها، شرکت هواوی شکل پیشرفته تر از این موبایل به بازار عرضه کرد تقریبا یک ماه پیش، که به جای دو قاط شدن این موبایل سه قاط میشه، که موبایل هواوی میت XT می باشه. قسمی که گفتیم تکنولوژی موبایل در تغییر و پیشرفت است، هواوی میت XT میتونه که در کارکرد یا استفاده موبایل به مردم تغییر بده که چه قسم استفاده میکنه از موبایل. اگر قبلا میخواستیم که یک موبایل با صفحه نمایش کلانتر داشته باشیم، ما یا تبلت میخریدیم یا آیپد میخریدیم، حالا میتونیم که توسط همین موبایل هم به حیث موبایل هوشمند عادی استفاده کنیم و هم به شکل آیپد و تبلت با صفحه نمایش بزرگتر، که میتونه سه قاط باز کرده یک موبایل کلانتر با صفحه نمایش کلانتر داشته باشین و هیچ ضرورت نشه که آیپد یا تبلت جداگانه بخرین. قسمی که میفهمین با هم معلومات بیشتر در مورد این موبایل در یک بسته معلوماتی میبینیم. هواوی میت XT. این گوشی با طراحی نوآورانه و ویژگی‌های منحصر به فردش در بین گوشی‌های چند لایه‌ای به چشم می‌آید. بیایید ابتدا به طراحی آن نگاه بیاندازیم. میت XT دارای یک نمایشگر بزرگ اولید است که با باز کردن موبایل به یک صفحه نمایش کامل تبدیل می‌شود. این صفحه نمایش نه تنها کیفیت بالا و رنگ‌های برجسته‌تر دارد، بلکه بسیار مقاوم و ضد خراش نیز طراحی شده است. ویژگی جالب دیگر این گوشی قابلیت دوربین های چندگانه است. دوربین های اصلی 50 مگاپیکسلی، این موبایل با استفاده از سنسورهای پیشرفته عکس های با کیفیت بالا حتی در نور کم ارائه می دهد. همچنین دوربین تلفوتو و ذره‌بینی امکانات تصویربرداری در فاصله ها و زاویه های مختلف را فراهم می کنند. میت XT با پردازنده قدرتمند کرین 9000، حافظه و رم بالا و باتری پرظرفیت شما را در انجام کارهای سنگین و بازیهای گرافیکی نامید نمی کند. هواوی با استفاده از هوش مصنوعی در این دستگاه تجربه کاربری روانتر را فراهم کرده است. علاوه بر این، میت XT قابلیت شارژ سریع را هم دارد که به شما این امکان را می دهد تا در کمترین زمان ممکن باتری را شارژ کنید. در مجموع این گوشی سه لایه می تواند انتخاب عالی برای کسانی باشد که به دنبال گوشی قدرتمند و کاربردی با طراحی مدرن هستند. در بسته تصویری با هم دیدیم که این موبایل نه تنها یک طراحی و دیزاین جالب داره که می تواند سه قاط شوه و در جیبتون راحت قدر موبایل کلان نگاه کنین، بلکه مشخصات بالای هم داره که می تواند تا 1 TB یا 1000 GB حافظه هم داشته باشد. حالا به شما یک وسیله دیگری به معرفی میگیریم. این میتونه که شما را از دنیای واقعیت مجازی با خبر بسازه، در خود دنیای واقعیت مجازی خود حس کنین. وسیله است به نام هدست پایمکس کریستال. هدستی که نه تنها شما را از دنیای دیجیتال، بلکه از دنیای واقعیت مجازی هم بهره مند میسازه. هدست قبلی زیاد دیدین شما، که مثلا هدست PS4، Oculus Rift و میتا کوست که چند هفته قبل ما معرفی گرفتیم. این هرست از اونا کرم متفاوت تر است. یک تجربه جدید از دنیای مجازی سه‌بعدی بر شما فراهم میکنه
که میتونین دست و پایتون اونجا حس کنین، هر حرکتی که میکنین اونجا در دنیای مجازی تمامش حس میکنین که واقعیت خود واقعیت است. اونم بیاین ببینیم در یک بسته معلوماتی کوتاه که چی خلاقیت های دی هدست به کار برده شده. آیا واقعا میتونیم که ما دست و پای خود در دنیای مجازی که بر ما فراهم میسازه حس کنیم یا خیر؟ هدست پایمکس کرستل، یکی از پیشرفته ترین و جدیدترین محصولات در حوزه هدست های واقعیت مجازی. پایمکس کرستل با داشتن دو نمایشگر 4K و میدان دید فوق‌العاده وسیع، تجربه فراگیر را به شما ارائه می‌دهد. این به معنای کیفیت تصویری بی‌نظیر است که باعث می‌شود احساس کنید واقعیت در دنیای مجازی قرار گرفته اید. این میدان دید بزرگ باعث می‌شود که تمام محیط اطراف خود را بدون هیچ گونه محدودیت مشاهده کنید. علاوه بر این، پایمکس کرستل با استفاده از تکنولوژی رادیویی دقیق حرکتی به شما این امکان را می دهد که حرکات دست و بدن خود را به طور کامل در دنیای مجازی تجربه کنید. چی در حال بازی باشید و چی در حال کار یا آموزش، این هدست به شما این امکان را می دهد که تجربه طبیعی و واقعی داشته باشید. این دستگاه همچنین برای واقعیت ترکیبی نیز قابل استفاده است، به این معنی که می توانید از آن برای تجربه های آموزشی، طراحی های سه‌بعدی و حتی جلسات مجازی استفاده کنید. در نهایت، پایمکس کرستل یک هدست واقعیت مجازی همکار است که تجربه عمیق و فراگیر را به کاربر ارائه می دهد. این بود کارکرده و مشخصات هرسیت پایمکس کرستل. قسمه که میفهمین بخاطر تجربه کامل از این هرسیت به کمپیوتر قوی و قدرتمند هم ضرورت داریم که جایش از به شما به معرفی بگیریم یک کمپیوتر جدید از کمپانی اپل به نام مک مینی با چپ M4 طراحی شده. با قدرت بالای این کمپیوتر میتونین که از هرسیت پایمکس کرستل و هر هرسیت دیگری باشه کاملا استفاده کنین بدون هیچ نقص و نواقصی. با چپ قوی M4 که در کامپیوتر نصب شده میتونید که کارهای همچون ویرایش تصویر، گرافیکی و گر کارهای تعمیراتی میکنن رندرهای 3D 3D میتونید ساخته بدون هیچ سختگی. کامپیوترهایی که ما در خانه استفاده میکنیم، در دفاتر استفاده میکنیم بسیار کلان هستن، جای زیاد میگیره، ولی قسمی که میبینین این کامپیوتر به اندازه کف دستم است که هم جسامت خرد داره، سبک هم است و قدرت بالا هم داره. کامپیوترهای دیگر خانگی یا کامپیوترهای رومیز اونا کلان هستن، به این خاطر انرژی زیاد ضرورت داره، انرژی بسیار زیاد مصرف میکنه که سود گرم میایه، ولی این کامپیوتر به خاطر که سایز خرد داره انرژی زیاد مصرف نمیکنه که نگرانی ازیره باید نداشته باشین که داغ شوه و یک سیستم دیگر به خاطر سردسازی ازی بسازیم. و کسایی که یک کامپیوتر قوی و پرقدرت میخواین ولی همزمان میخواین که جای کوچکتر و کمتر بگیره، این کامپیوتر بهترین آپشنشون، بهترین گزینهشون میتونه بوده. بریم روی بسته معلوماتی ببینیم که چی کارکردهای دیگری این کامپیوتر داره، چی مشخصات داره، آیا میتونه از کامپیوترهای کلانی که ما استفاده کنیم جایش بگیره و دور کنه یا خیر. مک مینی، یک کامپیوتر کوچک و بسیار قدرتمند از اپل که مخصوص افراد طراحی شده که به دنبال ترکیب از عملکرد بالا و طراحی جمع و جور هستند. مک مینی جدید با شپ M4 اپل یک گام بزرگ به جلو در دنیای کامپیوترهای کوچک است. این چپ پردازش بسیار سریع را ارائه می دهد که حتی سنگین ترین کارها مثل ویرایش ویدیویی با کیفیت بالا یا پردازش گرافیکی پیچیده را به راحتی انجام می دهد. یکی از ویژگی های برجسته این کامپیوتر بهره‌وری انرژی بالا است. به این معناست که مک مینی در حالی که قدرت زیاد دارد در مصرف انرژی نیز بسیار بهینه است و گرمای کمتر تولید می کند. علاوه بر این، چپ M4 به این کامپیوتر اجازه می دهد که از رم و حافظه داخلی بالاتر استفاده کند و تجربه سریع و روان را برای کاربران فراهم آورد.
از لحاظ طراحی نیز اپل تمام تلاش خود را کرده تا مک مینی نه تنها از لحاظ اندازه کوچک و مناسب باشد، بلکه به راحتی در هر محیط کاری جای بگیرد. همچنین این کامپیوتر با پورت‌های متعدد و متنوع مجهز است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون دردسر آن را به مانیتورهای خارجی، سیستم‌های صوتی و سایر دستگاه‌ها متصل کنید. در مجموع مک مینی با چپ M4 یک انتخاب بی‌نظیر برای کاربرانی است که به دنبال کامپیوتر قدرتمند، کم مصرف برای کارهای گرافیکی و ویرایش هستند. تا حالا به تکنولوژی پرداختیم. اگر با نسل‌های چند سال قبل اینا مقایسه کنیم، تغییرات بسیار زیاد در این آمده. هدست‌های واقعیت مجازی را دیدین که از کجا به کجا رسیدن. حال کامپیوترها که حال کوچک و پرقدرت شدن و موبایل‌ها که به جای یک صفحه نمایش میتونین سه صفحه نمایش داشته باشین، تمامش قاد شده در جیبتون بانین. حال بیاین که بپردازیم به ساختن تصویر بدون هیچ کمره و بدون هیچ مواد نقاشی با استفاده از هوش مصنوعی. هوش مصنوعی که شما میتونین با چند کلمه وارد ساختن براتون عکس تولید کنه، هر قسم تصویر خواسته باشین بسازه. بیاین از این هوش مصنوعی کار بگیریم که چه قسم با وارد ساختن تکست و متن عکس تولید میکنه برام، ولی تمامش بعد از یک وقفه کوتاه. در این بخش برنامه ما میریم به دنیای هوش مصنوعی. هوش مصنوعی کارهای زیاد میکنه. اگر برنامه‌های قبلی رو به یادتان داشته باشین، یک رباتی که به معرفی گرفتیم، او هم از هوش مصنوعی استفاده میکنه. هر ایده که در ذهنتان دارین ولی نمیتونین به تصویر نمایش بدین، توسط این هوش مصنوعی میتونید که در مدت زمان بسیار کوتاه، در چند ثانیه، او را به تصویر تبدیل کنین. بیاین که با هم کار بگیریم از این هوش مصنوعی که تصویر تولید میکنه و چه قسم کار گرفته میشه با هم ببینیم. قبلا اگر یادتان باشه از هوش مصنوعی فایرفلای استفاده کردیم تا تصویر بسازیم، ولی میتونیم با ابزار دیگری از هوش مصنوعی هم تصویر بسازیم، مثل چت جی پی تی و آیدیوگرام که امروز کار میگیریم. بیاین که از چت جی پی تی استفاده کنیم. برای استفاده کردن چت جی پی تی باید بریم به وبسایت chatgpt.com. ای از ساحه کاری چت جی پی تی. اگر قبلا اکاونت داشتین میتونین با دکمه لاگین وارد شوین، و اگر نداشتین میتونین با ساین اپ اکاونت ساخته و از چت جی پی تی استفاده کنین. در این ساحه میتونین هر متنی که خواسته باشین اضافه کنین تا براتون معلومات بده، و اگر خواستین که تصویر تولید کنین، تصویر بسازین، باید این دکمه کرییت ان ایمیج کلیک کنین یا هم بنویسین که کرییت ان ایمیج اف، بعدن توضیحات یا معلومات نظر به تصویرتون اینجا اضافه کنین. همو ایده که دارین اضافه کرده براتون تصویر تولید میکنه. میتونین با هوش مصنوعی در دری هم مکالمه کنین، مکالمه داشته باشین، ولی به خاطر ساختن تصویر فهم درستی از دری نداره. فعلا ما ایده که دارم یک قصر است که در سر ابرها موقعیت داشته باشه، از این میخوایم تصویر بسازه. پس همین معلومات را می نویسم و این دکمه را فشار میتم تا برم عکس تولید کنه. قسمی که میبینین نظر به متن ما، تصویری که در سر ابرها موقعیت داشته باشه ساخت. بیان که یک تصویر دیگر هم بسازیم، ای بار از درخت هایی که برگ های روشن داشته باشه بسازیم. پس این معلومات را اضافه میکنم و ببینیم که ای بار چی میکنه. معلومات بیشتر ضرورت داره تا بتونه تصویر دقیق تر بسازه. شاید که ای بدل ما نباشه، ولی میتونیم که معلومات بیشتر اضافه کنیم تا تصویر دقیق تر از ایده ما بسازه. یک تصویر هم از یک شهر که خودش از ابر ساخته شده باشه بیاین بسازیم. پس دوباره معلومات اضافه میکنم از شهری که از ابرها ساخته باشه و دکمه را فشار میدیم تا تصویر بسازه. این بود تصاویری که توسط هوش مصنوعی چت جی پی تی ساختیم. قسمی که گفتیم از دو هوش مصنوعی کار میگیریم امروز، پس بیاین که بریم به هوش مصنوعی آیدیوگرام. خاطر کار گرفتن از هوش مصنوعی آیدیوگرام باید به وبسایت audiogram.ai بریم. در وبسایت آیدیوگرام میتونین در این چهارخانه متنتان را بنویسین تا نظر به متن تصویر تولید کنه، و از گزینه هایی که پایین میتونین دیده سبک تصویر تغییر میده که میخواین حقیقی باشه یا کارتون مانند باشه، تمامش از اینجا میتونین تغییر داده. بیاین که با آیدیوگرام هم عین تصویری که با چت جی پی تی ساخته بودیم بسازیم، ببینیم که دو ابزار هوش مصنوعی که تصویر تولید میکنه چقدر از همدیگه فرق دارن. در آیدیوگرام بر ما لازم نیست تا پیشوند مثل create an image of بنویسیم مثل چت جی پی تی. اینجا میتونیم مستقیم ایده خود نوشته و دکمه جنریت را کلیک کرده تصویر تولید کنیم. عین تصویر از قصری که در ابر موقعیت داشته باشه میخوایم بسازم، پس همون معلومات اضافه میکنم ببینیم که چی میسازه.
ChatGPT عموماً یک تصویر بر ما تولید میکنه از ایده ما، ولی آیدیوگرام 4 تصویر متفاوت نظر به متن ما میسازه. شاید ایده که داشتیم کاملاً نتونسته از او تصویر بسازه، ولی با وارد کردن و اضافه کردن معلومات بیشتر میتونه که تصویر دقیق‌تر، نزدیک‌تر به ایده ما بسازه. بیاین تصویر دیگری که داشتیم از درخت‌هایی که برگ‌های روشن داشته باشه، اینجا همون متن اضافه کنیم ببینیم که آیدیوگرام چی کار میکنه. و همچنان تصویر از شهری که کاملا از ابر ساخته شده باشه هم میخوایم بسازه، پس همون متن را اینجا هم اضافه میکنم. تا بتونین تصاویرتان را در کامپیوترتان سیف کنین، این 3 نقطه را که میتونین دیده روی از او کلیک کرده گزینه دانلود برتان باز میشه. این گزینه را انتخاب کرده تصویر میتونین که به کیفیت بالا یا پایین در کامپیوترتان سیف کنین. ای از تصاویری که با 2 هوش مصنوعی مختلف ساختیم. هر دو تنها با وارد کردن چند کلمه تانست ایده ما را به تصویر تبدیل کنه. با هوش مصنوعی که بر ما میتونه تصویر تولید کنه آشنا شدیم. دیدین که چه قسم به راحتی با چند کلیک و اضافه کردن چند کلمه یک تصویر دلخواه از ایده خود ساختیم. همین قسم ابزار هوش مصنوعی زیاد ساخته شده که کوشش میکنیم در برنامه‌های آینده براتون دانه دانه از تمامش کار بگیریم. ولی تنها استفاده تکنولوژی در زندگی روزمره ما نیست. بیاین که بریم طرف موبایل و لپتاپ های خود ببینیم که چی ترفندها و تکنیک های دو میتونیم استفاده کرده که استفاده از این وسایل بر خود سریعتر بسازیم. از اپلیکیشن های مختلف گرفته الا ترفندها و تنظیمات خود موبایل، تمام اینا را کار میگیریم، ولی وقت شده که یک وقفه کوتاه بگیریم. زود برمیگردیم. رسیدیم به بخش از برنامه ما که مطمئن هستم به اکثر شما میتونه مفید تمام شود، که ترفندها و تکنیک های موبایل های هوشمندتان است. این تکنیک ها نه تنها سرعت موبایلتان را سریع تر میسازه، بلکه با ویژگی های موبایل آشنا میشین که مطمئن هستم خبر نداشتین که وجود داره در موبایلتان. پس بیاین که با هم از این تکنیک ها کار بگیریم و استفاده روزمره موبایلتان را به سطح بالاترش برسانیم. از این گزینه موبایل هایتان میتونین استفاده کنین تا شارژ تمام ابزار هوشمندتان که پیشتان دارین بفهمین، مثل ایرپاد یا هم ساعت های هوشمندی که دارین. متاسفانه پیش ما موبایل یا هم ساعت هوشمند نیست که شارژ نشان بده اینجا، ولی شارژ موبایل را دایی بسته‌بندی کرده. میتونین دیدک S23 61% داره. تا بتونین از این گزینه استفاده کنین، با اسکرین موبایلتان فشار بدین به 2 ثانیه، گزینه ویجتس برتان باز میشه. از گزینه ویجرز جز بتری تمام گزینه های دیگری یا هم شارتکت ها که زودتر بتونین به او دسترسی داشته باشین به اپلیکیشن ها از اینجا میتونین استفاده کرده. ما گزینه بتری انتخاب میکنم تا مو صفحه که قبلا شما دیدین او بر ما در این صفحه هم بیایه. پس روی ازی کلیک میکنم اد و به سادگی در اینجا برم اد شد. حالی در اول صفحه آمد. گر بخوای موقعیتش تغییر بدم روی فشار داده کشش میکنم به هر صفحه که خواسته باشم. در حال که از بیتری گپ میزنیم، بیاین که یک گزینه دیگر هم برتان به معرفی بگیرم تا موبایلتان شارژ بیشتر نگاه کرده بتونه. موبایل های هوشمند در زمان طولانی شارژ خود از بین میبرن یا بیتریشان از بین میره. پس میریم به سیتنگز و میایم به گزینه پایینه که به نام مراقبت دیوایس تان است، ریش کلیک میکنیم و اینجا است بیتری. روی بیتری گر کلیک کنیم، آپشن بیتری پروتکشن یا محافظت از بیتری تان ای را باید فعال بسازیم. و روش گر کلیک کنین 3 آپشن دیگر برتان میته که من مکسیمم انتخاب میکنم که بیتری موبایل از 80% بالاتر دیگه چارج نگیره تا بتان از بیتری موبایل بیشتر محافظت کرده طول عمر بیتری را طولانی تر بسازه. یگانه شده که عکس از طبیعت میگیرین، تصویر از طبیعت میگیرین، وقتی چک میکنین بیشتر دقیق تر میبینین که در اونجا چند افرادی که ما نمیخوایم باشه در اینجا موقعیت داره. به خاطر ریموف کردن از و حذف کردن از و در موبایل های همچون گلکسی S23 الترا یا بالاتر از این گزینه اریز آبجکت داریم. خاطر استفاده کردنش میریم به ادیت. از این 4 نقطه استفاده کرده بر ما گزینه آبجکت اریزر باز میشه. روی آبجکت اریزر گر کلیک کنم میتونم به راحتی همو آبجکت یا همو افرادی که زوم کرده و دورشان یک حلقه بکشم و با دکمه اریز اونا را حذف کنم از عکس خود. شاید اگر دوباره زوم کنین قابل درک باشه، ولی اگر زوم نباشه کسی نمیفهمه که اونجا کسی وجود داشت یا خیر. در موبایل های هوشمند اندروید تنها این تنظیمات نیست که وجود داره، بلکه یک بخش از تنظیمات دیگر هم است که بسیار مخفی است. امروز رو کار میگیریم. به خاطر فعال ساختن از او ما میریم در گزینه About Phone و میریم به Software Information. در اینجا اگر ما بیلد نمبر چندین بار فشار بدم میبینید که میگه 2 تپ اوی، 1 تپ اوی. اگر یک بار دیگه فشار بدم، حالا چی کار شد؟ یک گزینه دیگر فعال شد به نام Developer Options که قبلا وجود نداشت.
روی دیگر کلیک کنم که در اینجا تنظیمات مخفی موبایل وجود داره. رای میتونم که تمام تنظیمات شده دست نزنین به خاطر که میتونه که موبایلتون یا ضعیف‌تر بسازه، ولی اگر پایین بیاین در اینجا یک تنظیم است به نام Window Animation Scale و Transition Animation Scale. اینا میتونه سرعت موبایلتون یا سریع‌تر بسازه یا ضعیف‌تر. مثلا گرما ویندو انیمیشن سکیل بالاتر ببرم، منظورش سریع شدن نیست بلکه اینجا ضعیف شدن است. اگر من 10x بسازم، حال میبینید که به چی ضعیفی همو ویندو یا صفحه برم باز میشه. اگر کوچکتر بسازم همو قدر سریعتر میشه. خوبی بود تکنیک ها و کاربرد های خلاقانه موبایل، مثلا دیولپر آپشنز که در یک جای بسیار مخفی وجود داشت از او کار گرفتیم. کوشش میکنم که همچنین تکنیک های دیگر هم بر شما در آینده در برنامه آینده به معرفی بگیرم. شما میتونین این برنامه را هم از یوتیوب چینل طلوع تیوی بیننده باشین. هر نظریات و هر تکنولوژی که میخواین به معرفی بگیرم در آنجا میتونین شریک بسازین و در برنامه آینده سرش صحبت می داشته باشیم. الا هفته آینده که با یک برنامه تکنولوژی جدید و فناوری های جدیدی که به شما به معرفی بگیرم. الله حافظ، نگهدارتون.